در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب اول، طرف خانه سوان. بخش نخست، کمبره. قسمت نهم. نمای بیرونی محراب خانه کلیسای کمبره به راستی جای گفتگو دارد. بس که زمخت عاری از زیبایی هنری و حتی انگیزش مذهبی بود. از بیرون، از آنجا که برخوردگاه خیابانهای روبه کلیسا در سراشیب بود، دیوار ستبر محرابخانه بر فراز پایه‌ای ساخته شده از سنگهای نتراشیده و قلب سنگ به چشم می آمد که هیچ جلوه روحانی نداشت. پنجره‌هایش بیش از اندازه افراشته به نظر می رسید و آن همه بیشتر به دیوار زندان می مانست تا به کلیسا. و بدیهی است که بعدها هر بار که به یاد محرابخانه های زیبا و با شکوهی می افتم که دیده بودم، هرگز به فکرم نمی گنجید که کلیسای کمبره را با آنها مقایسه کنم. تنها یک بار در سر پیچ یک کوچه شهرستانی در برخوردگاه سه کوچه دیگر چشمم به دیواری زمخت و افراشته افتاد که پنجره هایی در بالا بالاها و همون حالت نامتقارن محرابخانه کمبره را داشت. با دیدنش به این فکر که در شارتر و رنس به من دست داده بود نیفتادم که حس مذهبی با چه نیروی سترگی بیان شده بود، بلکه فقط بی اختیار داد زدم کلیسا. کلیسا، خودمانی، همسایه دیوار به دیوار داروخانه آقای راپن و خانه خانم لوازو در کوچه سن تیلور که در شمالیش در آن بود، شهروند ساده کمبره که اگر کوچه های شهر شماره داشت او هم می توانست یکی داشته باشد و صبحها که نامرسان نامه می آورد پس از آقای راپن و پیش از خانم لوازو سری هم به آن شماره بزند. با این همه میان کلیسا و هر آنچه جز آن بود مرزی بود که ذهن من هرگز نتوانست از آن بگذرد. خانم لوازو بوته های از گلاویزه در لبه پنجره اش داشت که نابجا عادت کرده بودند شاخه های سراویختهشان را به هر طرف بدوانند و گل های آنها بزرگ که می شدند همه فکرشان این بود که بروند و گونه های بنفش و آماسیدهشان را برای خنک شدن به نمای تیره کلیسا بچسبانند. اما این همه در چشم من به آن گل های آویزه هیچ قداستی نمیداد. اگرچه چشمم میان گلها و سنگ سیاهی که خود را به آن می فشردند هیچ فاصله ای نمیدید، در ذهنم میان آن دو ورطه ای بود. برج ناقوس سن تیلور از خیلی دور به چشم می آمد. پیکره فراموش نشدنیش حتی هنگامی که کمبره هنوز پیدا نبود در افق دیده می شد. هنگامی که در هفته ایده پاک چشم پدرم از قطاری که ما را از پاریس می آورد به برج می افتاد که همه شیارهای آسمان را یک به یک در می نوردید و خروس کوچک آهنی نوکش را به هر سو می دوانید، به ما می گفت خب دیگه رسیدیم، پتوها رو برداریم. و در یکی از درازترین گشتهایی که در کمبره می زدیم، نقطه ای بود که جاده تنگ می شد و ناگهان سر از پهنه بسیار گستردهی در می آورد که جنگل های بریده بریده افقش را می بست و از پس آنها فقط نوک تیز ناقوسخانه سن تیلور به چشم می آمد. اما آنچنان نازک، آنچنان صورتی که پنداری اثر خراش ناخونی بر آسمان بود. ناخونی که خواسته باشد بر آن چشمنداز، آن نگاره یک سر طبیعی اندک اثری از هنر و یگانه نشانه ای از آدم بیفزاید. هنگامی که نزدیکتر می رفتیم و بازمانده برج چهارگوش و نیمه ویرانه ای را که در کنارش و کوتاه‌تر از آن بود می دیدیم، آنچه بیش از همه به چشم می زد رنگ سرخگون و تیره سنگهایش بود و در بامداد مهالود پاییزی برافراشته در آن سوی بنفش طوفانی تاکستانها به آواری ارغوانی به رنگ تاک باکره می مانست. در راه بازگشت به خانه، در میدان اغلب مادر بزرگم مرا برای تماشای آن می ایستانید. از روزنه های برجش که دو به دو بالای یکدیگر قرار گرفته بودند و فاصله هایشان همان تناسب درست و اصیلی را داشت که تنها به چهره انسان نیست که زیبایی و وقار می دهد، دسته های از کلاغ را به تناوب رها می کرد و پایین می ریخت که چند لحظه ای با سر و صدا چرخ می زدند. انگار که سنگ های کهن برج آنها را زده و پس رانده باشند. سنگ‌هایی که پروازشان می‌دادند بیان که به نظر برسد آنها را می‌بینند و یک بار نامسکون شده بودند و آشوبی بی‌پایان برمی‌انگیختند. آنگاه پس از آنکه مخمل بنفش هوای شامگاهی را از هر سو خط خطی می‌کردند، ناگهان آرام می‌گرفتند و در کام برج فرو می‌رفتند که پس از شومی دوباره خجسته شده بود.
چند تایشان اینجا و آنجا در نوک برج انگار دیگر نمی جنبیدند یا شاید حشره ای را به منقار می گرفتند، مانند مرغی دریایی که با سکون ماهیگیری بر نوک موجی ایستاده باشد. مادر بزرگم بیان که چندان بداند چرا ناقوسخانه سنت تیلور را آری از خودستایی، فرومایگی و ابتذالی می دانست که نبودشان او را وامی داشت طبیعت را هنگامی که دست انسان مانند باغبان خانه عمه بزرگم آن را خار نکرده بود و آثار ستارگ بشری را دوست بدارد و سرشار از نفوذی نیکو بداند. بدون شک هر بخشی از کلیسا که به چشم می آمد آن را به واسطه نوعی اندیشه که در آن دمیده شده بود از هر ساختمان دیگری باز می شناسانید. اما پنداری آنچه کلیسا را به درک هویت خودش می رساند و موجودیت فردی و مسئولانه اش را یادآور می شد برج ناقوس خانه اش بود. او بود که از زبان کلیسا سخن می گفت و بالاتر از همه کمابیش بر این گمانم که مادر بزرگم ناقوس خانه کمبره را دارای آن حالتی می دانست که برایش از همه چیز دنیا گرانبهاتر بود. بی پیرایگی و برازندگی. ناآشنا به هنر معماری می گفت بچه ها اگه می خواین مسخرم کنید بکنید، شاید هم از نظر قواعد معماری قشنگ نباشه، اما من از قیافه عجیب کهنش خوشم میاد. مطمئنم اگه پیانو می زد دستش خشک نبود. هنگامی که تماشایش می کرد و خمش نرم و کرنش شیبهای سنگیش را که با هرچه بالا رفتن چون دستهای نیایشگر به هم نزدیک می شدند با نگاهی می پیمود، چنان با جهش پیکان نوک برج یکی می شد که گفتی نگاهش با آن پر می کشید و در همان حال دوستانه برای سنگهای کهنه فرسوده لبخند می زد که خورشید شامگاهی فقط بالاهایشان را روشن می کرد و از لحظه ای که به بخش آفتاب زده وارد می شدند و نور نرمشان می کرد یک بار بلندتر و دورتر جلوه می کردند، همانند سرودی که اوج بگیرد و یک اکتاف بالاتر خوانده شود. ناقوسخانه سنت تیلور که به همه کارها، همه ساعتها، همه دیدگاه‌های شهر شکل و شخصیت و شرافت می‌داد. از اتاقم تنها می‌توانستم پایه‌اش را ببینم که از سنگ لوح پوشیده بود. اما هر بار که آن را در صبح گرم یک روز یک شنبه تابستانی می‌دیدم که چون خورشید سیاهی می‌درخشید، با خودم می‌گفتم وای خدا ساعت 9، اگه بخوام قبل از رفتن کلیسا سریم به عمه لئونی بزنم و ببوسمش، باید زودتر آماده بشم. و به دقت می دانستم که آفتاب در میدان به چه رنگی است و همچنین گرما و غبار بازار و سایه پرده مغازه آکنده از بوی کتان که شاید مادرم پیش از رفتن به کلیسا به آن می رفت تا چند دستمال کاغذی بخرد که مغازه دار با پشت خمیده به او نشان می داد. و در همین حال در تدارک بستن مغازه به پستو می رفت تا کت یک شنبه اش را بپوشد و دستهایش را صابون بزند که عادتش بود آنها را هر 4-5 دقیقه حتی در غمبارترین شرایط به حالتی آمیخته از کوشندگی و حسابگری و موفقیت به هم بساید. هنگامی که پس از مراسم نیایش به مغازه تئودور می رفتیم تا بگوییم که نان شیرمالی بزرگتر از همیشه برای من بفرستد، چون خویشاوندانمان در تیبرزی با بهره‌گیری از هوای خوب آمده بودند تا نهار را با ما باشند، ناقوسخانه در برابرمان بود که خودش هم مانند نان شیرمال متبرک بزرگتری پخته و برشته با رویه پوسته شده و چرب و چسبناک از آفتاب در دل آسمان آبی نوک می افراشت و غروب‌ها هنگامی که از گردش برمی گشتیم و به اندکی بعد و لحظه می اندیشیدم که باید به مادرم شب خوش بگویم و دیگر او را نبینم، ناقوسخانه در روشنای پایان روز چنان حالت نرمی داشت که گفتی چون بالشی از مخمل قهوه‌ای روی آسمان رنگ پریده گذاشته و در آن فرو شده بود و آسمان زیر فشارش اندکی گود رفته بود تا برایش جا باز کند و لبه هایش کمی بیرون می زد و سر و صدای پرندگانی که گرد آن می چرخیدند انگار بر سکوت آن می افزود. پیکانش را بیشتر می افراشت و به آن حالتی وصف نشدنی می داد. هنگامی که برای خرید به کوچه های پشت کلیسا می رفتیم که در آنجا خودش به چشم نمی آمد، هنوز چنین می نمود که نظم همه چیز با ناقوسخانه رابطه داشته باشد که گاه به گاهی از لابلای خانه ها دیده می شد. و شاید به این خاطر که تنها و بدون کلیسا بود هیجان بیشتری هم بر می انگیخت. و البته بسیاری ناقوسخانه های دیگر هستند که در چنین حالتی زیباتر به چشم می آیند و تصویرهای از ناقوسخانه هایی را به یاد می آورم که از پس ساختمان های زیباتر و هنری تر از چشم انداز کوچه های غم انگیز کومبره سر برافراشتند.
هرگز از یاد نمیبرم که در شهر شگرفی از نورمانندی در نزدیکی بلبلک در میان دو ساختمان زیبای سده 18 که از بسیار جنبه ها برایم عزیز و محترمند و در آن سوی باغچه قشنگی که از پای پله آنها تا کناره جویبار کشیده شده است پیکان گوتیک کلیسایی که خود به چشم نمی آید دیده می شود که پنداری نمای دو ساختمان را کامل می کند و از فراز آنها به آسمان قد می کشد. اما حالتی چنان متفاوت، فاخر، حلقه حلقه، گلگون و جلایی دارد که جداییش از آنها به همان روشنی دیده می شود که در کناره دریا تفاوت نوک کنگره‌ای و روناسگون صدفی دوکی شکل و مینایی که میان دو قلوه سنگ افتاده باشد. حتی در پاریس در یکی از زشت‌ترین محله هایش پنجره‌ای می شناسم که از آنجا از پس یک یا دو یا حتی سه پرده برساخته از بام‌های چندین خیابان شهر ناقوس خانه‌ای بنفش گاهی سرخگون و گاهی در فاخرترین نمونه‌هایی که هوا از آن می‌گیرد به رنگ سیاه و خاکستری دیده می‌شود و همان گنبد کلیسای سنت آگوستین است که به این چشم‌انداز پاریس حالت برخی از منظره‌های روم پیرانزی را می‌دهد. اما از آنجا که حافظم با هر سلیقه‌ای که ممکن بود در تهیه این گراورهای کوچک به کار برده باشد نتوانسته بود آنچه را که از دیرباز از دست داده بودم حسی را که وامی داردمان یک چیز را نه یک نمایش بلکه وجودی بی همانند بدانیم در آنها بگنجاند هیچ کدام از آنها نمیتواند، چون خاطره چشمنداز ناقوسخانه کمبره در کوچه های پشت کلیسا بخش ژرفی از زندگی مرا وابسته به خود کند. در هر هنگامی که می دیدیش، چه در ساعت 5 که برای برداشتن نامه ها به اداره پست نزدیک خانه می رفتی و از طرف چپت نوک پیکره تنهایش یک بار از بالای بام ساختمان ها به چشم می زد، یا برعکس اگر می خواستی سری به احوال پرسی به خانم سازرا بزنی و با نگاهت آن خطی را که پس از گذر نمای دیگرش کوتاه می شد دنبال می کردی و می دانستی که باید به دومین کوچه بعد از ناقوس خانه بپیچی، یا هنگامی که دورترک در راه ایستگاه آن را کج می دیدی و در نیمرخش خطها و سطحهای تازهی پیدا می شد، چون جسمی که در لحظه ناشناخته از چرخشش غافلگیرانه به چشم بیاید، یا از کناره ویوون از جایی که محراب خانهش به خاطر پرسپکتیو برجسته و برآمده به نظر می آمد و چنین می نمود که برجستگی ماهیچه‌وارش حاصل کوشش ناقوس خانه باشد که بخواهد پیکانش را به قلب آسمان پرتاب کند، در هر حال همیشه باید به او رو می کردی. همیشه او بود که بر همه چیز چیره بود. از بلندای نامنتظرش بر خانه ها فرمان می راند. در برابرم حالت انگشت افراشته از خداوند را داشت که خود در میانه توده آدمیان پنهان باشد، بیان که نتوانم از بقیه بازش بشناسم. و همین امروز هم اگر در یک شهر بزرگ یا در محله از پاریس که خوب نمی شناسم رهگذری که راه را از او پرسیدم به نشانه راهنما برج بیمارستانی را در دور دستا نشانم بدهد، و یا ناقوس خانه صومعه ای را که عرقچین اسقفانه اش در نقش خیابانی افراشته است که باید به آن بپیچم، اگر حافظم اندک شباهت گنگی میان آن و چهره عزیز از دست رفتم بیابد، رهگذر که بر می گردد تا ببیند مبادا راهم را گم کنم، شاید در شگفت شود از دیدنم که بی خبر از راهی که باید می رفتم یا کاری که می بایست می کردم آنجا در برابر برج ساعتها و ساعتها بی حرکت ایستادم و می کوشم به یاد بیاورم و در درونم زمینهایی را حس می کنم که از زیر مانداب فراموشی بیرون کشیده ام و خشک و دوباره آباد می شوند. و بدون شک آنگاه هم با دلشورهی بیشتر از اندکی پیشتر که از اون نشانی پرسیده بودم هنوز راهم را جستجو می کنم. به کوچهی می پیچم، اما در قلبم در بازگشت از مراسم نیایش اغلب به آقای لوگراندن برمیخوردیم که به خاطر حرفه مهندسیش باید در پاریس میماند و در غیر از دوره تعطیلات طولانی تنها عصر شنبه و صبح یک شنبه میتوانست به ملکش در کومبره بیاید. از آن کسانی بود که در بیرون از چارچوب تخصص علمیشان که خیلی هم در آن موفقند، از فرهنگ ادبی و هنری کاملا متفاوتی برخوردارند که در حرفهشان به کار نمی آید اما زبان بحث و گفتگویشان را غنی می کند.
این گونه کسان که از بسیاری ادیبان فرهیخته ترند و از بسیاری نقاشان بهتر کار می کنند، چنین می پندارند که زندگیی که می کنند آنی نیست که باید می کردند و فعالیت حرفه‌ایشان را یا با ولنگاری آمیخته با بازیگوشی یا با پشتکاری سرسختانه و خودستایانه، تحقیرآمیز، تلخکامانه و جدی همراه می کنند. در آن زمان نمی دانستیم که آقای لوگراندن به عنوان نویسنده هم شهرتی دارد و از اینکه موسیقیدان سرشناسی آهنگی روی یکی از شعرهای او ساخته بود به شگفت آمدیم. آقای لوگراندن مردی بلند بالا و خوش هیکل بود که چهره اندیشناک و ظریف، سبیلی بلند و بور و چشمانی آبی و نگاهی به یأس آمیخته داشت. با ادب و برازنده بود. خوش زبانیش را در هیچ کس دیگری ندیده بودیم. در نظر خانواده‌ام که او را همیشه الگو می‌دانست، نمونه مرد برگزیده‌ای بود که به برجسته‌ترین و لطیف‌ترین وجه زندگی می‌کرد. تنها خرده‌ای که مادر بزرگم از او می‌گرفت این بود که حرف زدنش کمی بیش از اندازه خوب، اندکی بیش از حد کتابی بود و در سخن گفتن آن حالت طبیعی کراوات‌های لاوالیرش را که همیشه شلوول بود یا بالا پوش راست دوخته‌اش را که به کت بچه مدرسه‌ای‌ها می‌مانست نداشت. چیز دیگری که مایه شگفتی مادر بزرگم می شد، حمله های خشمگینانه او به اشرافیت، زندگی محفلی اشرافی و همچنین اسنوبی بود. گناهی که حتما سنپل در بحث درباره گناه بخشش ناپذیر به اون نظر داره. مادر بزرگم در دریافت حس جاه طلبی اشرافی و شاید حتی فهمیدنش آنچنان ناتوان بود که به کار بردن آن همه شور برای تاختن به آن را بیهوده می یافت. از این گذشته به نظرش چندان پسندیده نمی آمد که آقای لوگراندن که خواهرش همسر اشرافزاده ای از نورماندی جنوبی نزدیک بلبلک بود، در حمله به اشرافیان تا آنجا خشونت به کار می برد که به انقلاب کبیر خورده بگیرد که چرا همه ایشان را از دم گیوتین نگذرانیده بود. همچنان که به سوی ما می آمد و می گفت: سلام دوستان، خوشا به حالتون که خیلی اینجا می مونید. من باید فردا به پاریس و به لانم برگردم. سپس با لبخندی کمی سخره آمیز و دلسردانه و تا اندازه گیج که خاص خودش بود می گفت: آه، البته که خانه‌ام پر از چیزهای بیهوده است. فقط ضروری رو کم داره که همان تکه بزرگی از آسمان مثل اینجا باشه. رو به من می کرد و می گفت: آقا پسر، سعی کن همیشه یه تکه آسمان بالای زندگیتون نگه داری. روح قشنگی داری که از نوع خیلی نادریه. سرشت هنری داری. نظر از اون چه لازمه محروم بمونه. در بازگشت به خانه اگر عمه کسی را میفرستاد تا بپرسد که خانم گوپیل دیر به مراسم کلیسا رسیده بود یا نه، نمیدانستیم در جوابش چه بگوییم. در عوض با دادن این خبر که نقاشی در کلیسا سرگرم کار از روی شیشه نگاری ژیلبر بده است، او را سردرگم‌تر از پیش میکردیم. فرانسواز که در جا به سراغ خاروار فروشی فرستاده شده بود، دست خالی برمیگشت، چون نتوانسته بود تئودور را پیدا کند که حرفه دوگانه اش یعنی خوانندگی در کلیسا با مشارکت در نگهداری آن و کار در خاروار فروشی او را با همه اهالی آشنا و از همه چیز باخبر می‌کرد.